ادامه خبرها از سیما یازدی، تلویزیون ملی ایران. روزنامه تایمز لندن گزارش کرد زیمبابوه با نقض تحریم‌های بین‌المللی قرارداد مخفیانه‌ای با رژیم ایران امضا کرده که مواد خام مورد نیاز تولید تسلیحات اتمی را به ایران صادر کند. کیف چیمانکی، معاون وزارت معادن زیمبابوه، به تایمز لندن گفت: من یادداشت تفاهم را در مورد صادرات اورانیوم برای رژیم ایران دیدم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این توافق که گفته می شود در سال گذشته امضا شده، احتمالاً زنگ هشدار را در پایتخت‌های غربی به ویژه در واشنگتن به صدا در می آورد. زیمبابوه همچنین به خاطر سابقه حقوق بشری و انتخابات خود هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه و دیکتاتور همپیمان رژیم آخوندی، به طور علنی از فعالیت‌های اتمی این رژیم حمایت کرده است. مارک والاس، سفیر سابق آمریکا در ملل متحد، و مارک لاگون، سفیر سابق آمریکا برای مبارزه با قاچاق انسان، طی مقاله مشترکی که در مجله آمریکایی سیاست خارجی منتشر شد، به کشورهای غربی هشدار دادند فریب حسن روحانی را نخورند، زیرا تغییر در درون این رژیم متصور نیست. در این مقاله آمده است روحانی قصد دارد دستور کار جدیدی را به لحاظ داخلی دنبال کند تا عدم محبوبیت فزاینده رژیم را بین ایرانیان کاهش دهد. در این حال رژیم ممکن است از چنین اقدامی استفاده کند که خود را تغییر کرده به جهان وانمود کند و زمان برای تکمیل برنامه اتمی بخرد. جامعه بین المللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد. مقامات دولت بوش تاکید کردند زمان بسیار مهم است و منحنی فعلی باید که تغییر کند. رفتار رژیم ایران با شهروندان خودش مطلقاً تنفر برانگیز است، چرا که ایرانیان به طور عام از آزادی بیان و آزادی‌های شخصی محروم هستند. رژیم ایران از بسیاری زوایا رفتاری وحشتناک دارد، اما نقض حقوق بشر آن منحصر به فرد است. لذا حیاتی است که جامعه بین‌المللی اقدامات سوء رژیم را کشف و برجسته کند و به مردم ایران نشان بدهد که جهان طبیعت وحشی حاکمان نامشروع ایران را می‌بیند. جامعه بین‌المللی باید تحریم‌ها را سخت‌تر و تقویت کند و هر کاری که می‌تواند انجام دهد تا جلوی این رژیم خشن مهاجم را از دستیابی به بمب اتمی بگیرد. سفیر والاس که ریاست گروه اتحاد علیه اتمی شدن رژیم را بر عهده دارد، با سفیر لاگون تصریح کردند علی خامنه‌ای به روشنی می‌داند که مردمش نسبت به وضعیت موجود جانشان به لبشان رسیده است. به نظر می‌رسد وی حاضر است تغییرات سطحی ایجاد کند تا اینکه با قیامی جدی‌تر توسط مردم روبرو شود. ضروری است جامعه بین‌المللی گول این حقه‌بازی را نخورد. هیچ تغییر واقعی در درون رژیم صورت نخواهد پذیرفت. ولی فقیه ارتجا با اذعان به بحران‌های گریبانگیری که با آن مواجه است، در جمع کارگزاران رژیم که آخوند روحانی نیز در آن شرکت داشت، با آنان هشدار داد که باید همه موجودی خود را در مقابله با این مشکلات به صحنه بیاورند. خامنه‌ای به یأس و ریزش در درون رژیم اذعان کرد و گفت: بسیاری بودند که از آینده کشور در مقاطعی مایوس می‌شدند. ما در این 30 چند سال تجربه‌های متعددی داریم. بودند افرادی که یا نزدیک بین بودند یا دچار ضعف باور بودند یا حسن ظن نداشتند. ولی فقیه ارتجا ضمن ابراز نگرانی از تحولات منطقه، وحشت خود را از سرنگونی رژیم برملا کرد و گفت: امروز دنیای اسلام دچار مشکلات بزرگی است. ما در منطقه‌ای قرار گرفتیم که متاسفانه در متعددی از کشورهایی که پیرامون ما هستند مشکلاتی وجود دارد. اگر سیاست‌های مقرضانه قدرت‌ها نبود، اوضاع به این شکل پیچیده نمی‌شد. امروز هم راه علاج این است که دیگران دخالتی نکنند. سخنگوی احمدی نژاد عضویت در مجمع تشخیص رژیم را برای او کافی ندانست و گفت: ظرفیت احمدی نژاد بیش از این است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، الهام، سخنگوی احمدی نژاد درباره ارزیابیش از عضویت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ایشان به رهبری عرض کردند که در خدمت نظامم و هر جا ایشان بخواهند خدمت می‌کنند. این دیگر تصمیم رهبری است که از ایشان خواستند به مجمع برود، ولی به هر حال من ظرفیت احمدی نژاد و توانمندیش را
بسیار بیشتر می‌بینم. امیدوارم که این ظرفیت در کشور بالفعل بماند. اخبار را با گزارش‌های تکمیلی درباره قیام مردم عراق در تظاهرات روز جمعه و عید فطر ادامه می‌دهیم. بنابر خبرهای تکمیلی از استمرار قیام میلیونی مردم عراق در عید فطر و تظاهرات جمعه در منطقه یرموک بغداد و در جریان سخنرانی خطیب جمعه جمعیت شعار می‌دادند رژیم ایران اخراج اخراج، بغداد آزاد باقی می‌ماند. به گزارش تلویزیون بغداد، خطیب جمعه یرموک خطاب به جمعیت گفت وضعیت عراق هر روز بدتر و بدتر می‌شود. اهل تسنن با اشک به استقبال عید فطر رفتند. زندانیان در زندانها اعدام می‌شوند. با کشتار اهل تسنن توسط شبه نظامیان، حسرت عراق به جایی رسیده است که یک وزیر رژیم ایران از دولت عراق می‌خواهد که امنیت عراق را حفظ کند. دکتر عبدالرزاق هاشمی سخنگوی کمیته های مردمی قتل عام زندانیان در زندان های ابو غریب و تاجی را برنامه ریزی شده توسط رژیم ایران دانست. تلویزیون التغییر با اعلام این خبر گفت عبدالرزاق شمری اعلام کرد این یک عملیات برنامه ریزی شده بود و افزود زندانیان بیگناه در دو زندان ابو غریب و تاجی بعد از عملیات تهاجم به شبه نظامیان به صورت دست جمعی اعدام می شوند. این کار معنی دیگری نمی دهد الا اینکه آنها به کسانی که به زندان گیرش بردند پاسخ مثبت ندادند. آنچه که برای ما روشن است اینکه سناریوی این عملیات در زندانهای ابو غریب و تاجی و در قم و تهران نوشته شده است و هدفش نابودی اهل تسنن است. لعمليات اعدام جماعي لا لشيء الا لانهم لم يكن قانون ولم يستجيبوا لاولئك الذين اقتحموا السجون فكان جزاهم ان يتعرضوا الان. وفي محافظة ديالى طالب إمام وخطيب جامع سارية وسط مدينة بعقوبة عدنان الجنادي الحكومة بإيقاف الاعتقالات العشوائية التي تطال أهل السنة في مناطق عدنان الجنابي خطيب مسجد جامع السارية در بعقوبه از دولت مالکی خواست که به دستگیری‌های خودسرانه اهل تسنن در کمربندی بغداد خاتمه بدهد. به تأکید کرد این دستگیری‌ها دلیل بر شکست دشمن است که می‌خواهد این مناطق را از اهل سنت خالی کند. خطیب نماز وحدت در جلیلا گفت عراق توسط باندی فاسد اداره می شود که تنها هدف و دردشان منافع فردی است و اینکه کشور را به جنگ داخلی بکشند. گروه حاکم بر عراق باندی فاسد و جنایتکار هستند که هیچ پیوندی با ملت عراق ندارند. خطیب رمادی در نماز جمعه این شهر به افشای جنایات مالکی در ربودن و کشتن خانوادهش پرداخت و گفت دولت مالکی برای اینکه اشتباهاتش را بپوشاند و شکستهایی را که خورده پنهان کند به تاجی و تارمیه و به طور مشخص مناطق مسکونی اهل تسنن رفته تا در آنجا کشتار کند. آنها حتی به شرکایشان تعرض کردند. آنها به دفاتر فراکسیون حل حمله کردند و آن را آتش زدم. من آمدم شما را مطلع کنم که شاید امروز روز آخر زندگی من باشد. یکی از پسرانم را ربودند و کشتند و دومی را نیز ربودند، ولی خدا نخواست و برگشت و امروز آمدم تا به شما سلام کنم، زیرا شاید این آخرین خطبه من باشد. والثاني خطف فأكرمني الله به وعاد وجئت اليوم
من اجل ان اسلم عليكم فلعلها ولربما تكون اخر خطبه لي. اسمع منكم تكبيرا. واعذرونا فان الجو حار. انزل وصافح واقبل وادعو الله تبارك وتعالى لنا. حكيم رمادي افزود: خطاب به شما میگویم عمر دولت باطل یک ساعت است، سرنوشت ظالمان حرکت است و تاریخ با کلماتی از نور مواضع قهرمانانی که در مقابل طاغوتیان و ظالمان ایستادند را نوشته است. خطیب رمادی گفت: خطاب به شبه نظامیان مالکی میگویم شما خیلی از ما را کشتید، زندگی و دنیا را از آنها گرفتید، ولی آنها آخرت شما را گرفتند و شما به جهنم راهی خواهید شد. در بغداد سخنران نماز مسجد ابی حنیفه اقدامات حکومت مالکی در زمینه سیاسی کردن قضایه و جنایت‌های شبه نظامیان و سرکوب اهل تسنن و دستگیری و کوش دادن مردم را که باندهای وابسته به حکومت آخوندی و مورد حمایت مالکی انجام می‌دهند محکوم کرد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. در دیر زور رزمندگان ارتش آزادی دست به پیشروی زدند. انقلابیون سوری مقر حزب بعث و ساختمان بیمه را که نظامیان اسد در آنها متمرکز شده بودند به کنترل خود درآوردند. گدانهای ارتش آزادی توانستند در این عملیات یک سرهنگ گارد جمهوری اسد و تعدادی از نیروهای او را از پای درآورند و در محله هویقه یک تانک را به غنیمت گرفتند. رزمندگان ارتش آزادی در داریا در جنوب غرب دمشق یک ساختمان متعلق به شبه نظامیان موسوم به شبیه را منهدم کردند و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساندند. احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که برای شرکت در نماز عید فطر به مسجد درعا رفته بود، طی سخنانی در این مسجد خطاب به نمازگزاران گفت: امروز ما سوری ها جنگ علیه تجاوزکاران به سوریه را ادامه می دهیم. ما مقاومت خواهیم کرد و در مقابل این جنایتکاران و اوباشان سر خم نخواهیم کرد. امروز من در این عید به اینجا آمدم تا در کنار شما باشم. من برای شنیدن مشکلاتی که شما دارید به اینجا آمدم. نظامیان جنایتکار بشار اسد مناطق الاسالی و القدم در دمشق را با موشک‌های زمین به زمین هدف قرار دادند و محله‌های جوبر و قابون را به شدت گلوله باران کردند. رزمندگان ارتش آزادی در دمشق و حومه آن در چندین جبهه با نظامیان اسد درگیر شدند. در منطقه جوبر در دمشق گردان‌های ارتش آزادی به یک مرکز تجمع شبه نظامیان بشار اسد تهاجم کردند و آن را در هم کوبیدند و با منفجر کردن چند ساختمان در داریا 25 تن از نظامیان اسد را که در آنها سنگر گرفته بودند را به هلاکت رساندند. در درعا انقلابیون سوری به مقر تیپ هجانه تهاجم کردند و چند ساختمان داخل آن را منهدم کردند. در استان لازقیه رزمندگان ارتش آزادی گوستای دیگر در جبل ترکمان را آزاد کردند. در استان ادلب انقلابیون سوری به یک ستون نظامیان اسد حمله کردند
و با از پای درآوردن تعداد زیادی از آنها توانستند 3 تانک نظامیان اسد را نیز منهدم کنند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار همیشه.